خبر تازه با نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدین به یکی از دیگر از ویدیوهای چینل وان اسمارت. امید داریم تا آخر این ویدیو ما را دنبال نموده و نیز این چینل را سابسکرایب نمایید. کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که نجیب ترکی بازیکن تیم ملی این کشور دیشب در شفاخانه درگذشت. این در حالی است که خلیلزاد در قطر با ملا برادر دیدار کرده است. به نقل از خبرگزاری افاق، نعیم وردک در یک پیام تویتری گفت که خلیلزاد و ملا برادر تاکید کردند که تطبیق توافق نامه‌ای که میان طالبان و آمریکا امضا شده است با توجه به متن و محتوای آن برای مراحل بعدی روند صلح با اهمیت است. آمریکا و طالبان در اوایل سال جاری میلادی در قطر توافق نامه صلح را امضا کردند. در این زمینه طالبان به تازگی در اعلامیه نیز تاکید کردند که باید توافق نامه مذکور کابل گام به گام عملی شود. از روی آن تمام نیروهای خارجی از خاک ما بیرون می شوند. این اعلامیه که با مناسبت سال روز حمله آمریکا به افغانستان منتشر شده که طالبان گفته که این گروه پیش از آغاز تهاجمی آمریکا پیشنهاد حل معزل از طریق دیپلماتیک را داده بودند. اما آمریکا با لهجه بسیار مغرورانه رد کردند. طالبان گفته پس از 19 سال همه جهت ها به این توافق معترف شدند که معزل مذکور باید از ابتدا از راه گفتگو و تفاهم حل می شوند. طالبان می گویند اینکه 19 سال پس برای پایان اشغال آمریکا در دوحه مذاکرات انجام یافت و یک وثیقه و توافق نامه معتبر امضا شد نیز کار نیک است که باید گام به گام عملی شود و از روی آن تمام نیروهای خارجی از خاک ما بیرون شوند. گفتنی است که با دنبال حادثه 11 سپتامبر و حمله به مرکز تجارتی جهانی در نیویورک، ائتلاف جهانی مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا در 7 اکتبر 2001 به افغانستان حمله کردند. اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده که متهم به سازماندهی حمله 11 سپتامبر بود، در آن زمان در افغانستان نزد طالبان بود. تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ون اسمارت را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.